رقیب و گریزی است برای از بین بردن موجودی بی‌دفاع. تلاش پیگیری است برای نجات جان کودکی معصوم که همه او را بیگانه و نامشروع می‌پنداشتند. موجودی که گناهش فقط زنده عشقی است بین یک زن و یک مرد. زنی که همه او را یک مقدسه می‌شناختند، از او یک مریم مقدس ساخته بودند. ولی بیگمان او به دو مرد پشت کرده بود. مرد به حکم شرع با او هم بستر شده بود و مردی که عشقش بود و به خاطر او همه چیز و همه کس خود را از کف داده بود. ماجرا از برخورد این زن و مرد به وجود آمد. در آغاز چنان عشقی در تار و پود آنها پدیدار گشت که می رفت افسانه عشقهای جاودانی را در آن زنده سازند. ولی سرنوشت زندگی را از آن دو گرفت. بعد با شکلی دیگر، شخصیتی دیگر و با موجودیتی استثنایی به آنها زندگی بخشید. بیا با زنم آشنا بشو. مریم، این مازیار بهترین رفیق منه. تبریک میگم خانم. آنها این سال بیشتر نداشتم، شما رو به عنوان مادر میشناختم. بیگانه، داستان مردی که بیگانه به دنیا آمد، بیگانه زندگی کرد و مجبور بود به خاطر به دوش کشیدن این نام چون برده ای در برابر هر کس سر تعظیم فرود آورن و در تنهایی سکوتی در دامر غم بیگانه بودن خیش را تحمل نماید. ببینم مگه تو فضول منم هستی؟ نخیر، با پای شما گی هستم. برای جان بخشیدن حسیه با شکوه زمان بسیار سر شد تا آن را هرچه زیباتر و فنیتر از آثار دیگر بر پرده سینما جلوه‌گر سازند و رضا صفایی کارگردان ارزنده سینما خالق این فیلم می باشند. تو با چه گیلنی؟ نکمدم فیلمی که بیگمان بعد از دیدار آن هرگز فراموشش نخواهید کرد. ببینم آقا تو با چه گیلنی؟ بله مرگ من؟ او خدا بیگانه با درخشش گروهی از برجسته‌ترین سوپر استارهای سینمای ایران، ایرج قادری در یک شخصیت استثنایی، پوری بنایی با درخشش غیر قابل تصور، همراه با میری کمدین محبوب سینما، مرسده کامیان، ایران قادری، مارگریت حکیمی، جهانگیر فروهر، محمود تهرانی، آراسته و بهمن مفید، هنرمند ستایش شده مردم. امروز داری اینو به هم میگی؟ امروز یا دیروز فرقی نداره. تو دختری نبودی که در رابطت با من چیزی را از دست داده باشی. هرچی خواستی برات خریدم، هر کاری خواستی برات کردم. من برای تو آدم بدی نبودم. داستان روسی ها و یک جنگی ها که به خاطر عشق توفان زده محبت آنان به دشمنی و کینه مبدل می کردند. بیگانه به کارگردانی رضا صفایی، مدیر فیلم برداری شکرالله رفیعی، سناریست سعید مطلبی، موزیک متن فیلم حسین واثقی، تهیه کننده جمشید شیبانی. گذشته‌های خود چنین می‌اندیشد. اگر آن روز، آن لبخند، آن شیطنت، آن چشمان زیبا را ندیده بودم، به راستی که امروز چقدر آسوده‌تر بودم. چی نمیتونه درده؟ ما که حرف بدی نزدیم که گفتیم نکنه شوهرت مریض، علیل، ضعیف، اشتید کمکش کنید. صادق و مطمئن نبودم به او، عشق او و به سودند او مزنون و بدبین بودم. ای کاش هرگز او را ندیده بودم. ای کاش به آن سفر شوم نمیرفتم و یا در از شادی تولد این مورود دنیایی را به شادی و سرور میخواندم. ای کاش هرگز او را ندیده بودم. من هم سن داشتم اما خودم نفسشو گرفتم با این دستان. چرا؟ در گذشته این مرد چه اسراری نهفته بود که آسان از مرگ و کشتن سخن میان. تو اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ میکشتیش. بیرون کشد و به دست نامحرم دیگر بسپرد. خوش گذشت؟ چی میخوای از جون من؟ همون که نصیب اون یارو شد حبیبات کنش بذاره بالاتر. حادثه شرحیست بر این خط
شهی فرد جونه به قربون این قدم فرد ببینی تو چی نوشته چی نوشته نمیدیده نوشته مرگم چی آمهم ناستانی که تنها در میان مردمانی متعصب و خشن میتوان نفرت و خشم در وجودشان جای اختیار کنین من چی هستم؟ یک خره اسب ابلق یا یک گوساله پرمار؟ من بیام زمین های قشنگ و ملنگ و خدنگ آقای بزرگیار رو که هر مترش به اندازه یک متر مربع طلا ارزش داره به قیمت ناقابل هر متری 2000 تومان به شما بفروشم و خودم هر متر 200 تومان فایده ببرم. خدا بیامرزم مرحوم مخبور والدم ها همیشه میگفت شریفی یا مال حرام نخور یا وقتی میخوری مفصل بخور. نه جانم نه عزیزم نمیشه به جان شما نمیشه ای بابا نمیشه جانم نمیشه نخیر جانم نخیر عمرم فعلا مرحمت عالی تابنده عزیزانم تشریف داشته باشید از ساعه میام خدمتتان یک امر ضروری پیش آمده بی خود مرحله مرتی شدیم راست میگی السلام علیکم سلام علیکم بگرم بگرم آقا شریفی چه توقف کردی من؟ سلام های شریفی ما رو خجالت بگیم دشمناتان خجل باشن خانم جان یک بیدار برای 15 بیدار چه قابل داره فرموشات میکنید آه سلام مریم خانم قشنگ و ملنگ و خدنگ سلام نه مریم سلام زفتی آه 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 آ
من این چه غلطی می‌کردی؟ وایسا اختیار داری؟ کودک هست دیگر بهتر است ما دیگر بریم سراغ ویلا. البته یکی از ویلاهای مجاور املاک آقای بزرگنیا رو براتون خالی کردم که این ایام را راه درست خوش گفتی آقای بزرگنیا؟ بله چطور مگر؟ همون که پسرش تازه از امریکا برگشت. پسر آقای بزرگنیا بله اونم اینجا؟ از قضا بله اتفاقا من مشاور مالی و حقوقی و قضایی و غیر از ذلك ایشان هستم. آقای خدای من یعنی همچه شدی امکان داره؟ خدای من الهی صلاتون به اون جیگره پیر مرد، الهی جای عرق تیزاب سلطانی تو ارغومت قنقن بکنه. اون مسخیات چی شد ضعیفه؟ لا اله الا الله، داد نزن مرد، دردون رو جیگرت بذار. اگه چاره داشته باشه میگه رو تخت مرد شورخونم با عرق بشورنش. نه 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 چی؟ عرق نمیخوری؟ خیر بنده فقط آب بیخورم. نمیخوری؟ بله، اصولاً من در انتخاب همسر وسواس و دقت عجیبی دارم. دختر میخوام که تقریباً هم قشنگ باشه، هم خدنگ باشه، هم یک کمکه ملنگ باشه. دیگه کوفت کن. شاکرم. بفرمین آقا شدید. ممنونم. به سلامتی. نوش جان. یه مزه. مزه آب مصفیه. خوشمزه. بله. این بابات که نیست داری در و دیوار رو زخمی میکنی؟ فکرشم نکن مادر، تا یه ما دیگه همه اینجا مال خودمون میشه. بعد میخ که یه چیز سیخم باشه تو شنار بده آش، به همین خیال باش. چرا ماما؟ مگه نشنیدی شریفی چی میگفت؟ اون اینجاست، پسر بزرگ نیا. ول کن دختر، اینقدر فکرهای خام نکن. اون میونه این همه دخترهای خوشگل هیچ وقت تو رو نمیگیره. این شریفی مال و منال و زندگی داره، بیا زن همین یارو بشه و خلاصمون کن. ایوا تو دیگه چرا این حرفو میزنی ماما؟ بابا مگه بگه میگم الکل مخشو خورده، تو چرا این حرفو رو میزنی؟ چی بگم ننه؟ آدم مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید میترسه. یه عمر با نداری بابا تو قسط فرش و قسط خونه ساختم، دیگه خسته شدم، نمیخوام سر تو هم بیاد. سر من نمیاد، من پسر بزرگ نیا رو تور میزنم، به هر قیمتی شده من این کارو میکنم. فقط خدا بخواد من یه دفعه اونو ببینم همه چی تمومه، اون وقت از همه وقتی ها خلاص میشیم ماما. چیکار کنم؟ خانوما رو دید بزنم که با لنگشاف بزنم تو سرم؟ لااقل پاشو مثل بقیه آدما برو تو آب تا منم یه کمی تنها باشم. تنها باشی؟ نه خیر نمیرم جونم، نمیرم. اینقدر تو آفتاب راه نرو مادر، دو روز دیگه این زغالخته میشی. لا عیب نداره، دختره از ورزش یا بیشتر خوششون میاد مامان جون. تو خیلی قربون اون حرف زدنت برم، بابا تدایی اون تن سیاد چه؟ چه باز به من زل زدی؟ هیچی بابا، هیچی. بی خود اینه یابوی شاه سلطان حسین واسه من سر تکون ندی با؟ بزن تو دهنش زن، نظر از حالا اینقدر پر رو بار بیاد. فردا اینم میشه عین اونی که توفه که خیال میکنه باباش که اتولخانه وشتیه. نگاش کن، اگه بابای گشت گداشو ندیده بودا تنشو با سکنجبین آب میکشید. چلو چلو هستی؟ خواهی نمیدیدی تو کنم ما؟ خواهی نمیدیدی تو کنم ما؟
از زرنگی جونم که تونسته خودشو قاطی دختر پول دارا بکنه. تو هم میتونی بکن. چی کار کنم؟ خودم قاطی دختر پول دارا بکنم؟ نمی کنم. نه حالا بیا بکن. نمی کنم. بچا پسر بزرگ میام. کجا؟ اون هاشش اون قایق جمع قایق موتوریه. اون این طرف ها میاد؟ بعضی وقتا تو تغییر زائقه میاد. بله من اصلا نمیتونیم این تیکه ها رو نجات بدیم. من که خاطر چیزی باشه بیبریم. شیل پری دریاییه این آدمی زاده یه ماهی قزل‌آلا است. باشه بابا پاشو بارو ثابت جنازه نکن. باشه بینم نکنه راست را زیر بیتیدی ماینش کنیدی؟ قلبش که داره این بمب سازی کار میکنه تا چه مردشه؟ کامرهای اولیه لازم داره یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو جون گره باشه بابا پاشه وقت رو طلب نکن. آفیت باشه. من داشتم خفه میشه. خدا نکنه. من داشتم میمو. خدا نکنه. این شما بودین که منو نجات دادین درسته؟ ناجی اصلی خداست. ما وسیله بودیم. خدای من شما ناجی من هستین. شما منو از شانگال هیولای نفرت انگیز مرگ نجات دادین. دریا، آسمون، زمین، خورشید، ماهیایی که در دریا شناورن، اگه من میمردم دیگه هیچ کدوم اونا رو نمیدیدم. مگه شما ماهیا رو تو آب نمیبینی؟ نمیبینم، حس میکنم. من در این لحظه یه پارچه احساس هم. من وجود شما رو به عنوان یه قهرمان دارم حس میکنم. من زندگیمو به شما مدیونم. ویلکام زولفشو. اسم من مریمه. مطمئنم آدمی مثل شما اینقدر لطف داره که دعوت هست منو برای صرف قهوه بپذیره تا به در مادرم بتونن چهره ناجی دخترشون از نزدیک ببینن و ازش تشکر کنن. درسته؟ والا راستش مریم خانوم ما قبول کردین؟ آره قبول. که یعنی ساعت 5 منتظریم خیابون 13 غربی پلاک 8 میگم که چی؟ پس من نمیدونم با چه زبونی از شما باید تشکر کنم. چه زبونی؟ زبون زرگری. آه پس موضوع تازه شده که رسم آقای بزرگ نیا. نگاه کن اینه وزخش رو میکنه چه از رونه ای افتادی؟ این که شنا بلده بود. خدایا شکر از این بنده های راست و درسته شکر. آخرش هم به من گفت آقای بزرگ نیا. پس همش خیلی بوده. فکر کرده من مهرانم خواسته اینطوری مثلا تورم کنه. این نهای که امشب چه شبیست؟ شب مراد است. امشب شریفی مثل سوخن نبات است. امشب شریفی
خودمونیم شریفی ناقلا امروز خیلی قشنگ و قدنگ و ملنگ شدی. من میترسم این مریم بیچاره بس جوری خاطر خود بشه. اونا خواهد پیش رد گفت شرمین مگه اون که اینجور با تیر مشگانش دل جهونی به خدنگی منو به خاک و گنکشی رنگ کرده. برو برو شلوارو تو بپوش و برو سراغش شاب شلوار را نگه پیر از گلی کرد شلوار نیست شده عین شمشیر دون سراغش. اینقدر خودت بر نره دختر، خودتو بکشی هم فایده نداره. آقای بزرگنیا اینجا بیان نیست که نیست. اون اینقدر خام نیست که گوره تو رو بخوره. بسم لنگه به لنگه شد. بابا مامان به این آقا بگو اینقدر حرف نزنه، حواسم پرت میشه. ای خود داد نزن ایچ بری، خودتم بکشی ابروات خود به خود لنگه به لنگه هست. بابا مامان اینقدر حرف نزن مرد، مثل آدم بشین عرق تو کوک کنه قد حواسشو پرت نکن. حواس اون حرس مال و منال پرت کرده. حواس شما را مرق پر کرده بابا جون. تو دیگه خفیشو بچه. باره بابا نره مرگم این لباس خوبه خوربونت برم. باز که شما این حسرت به دلا لباس پوشیدی. لا اله الا الله. آخه روز روشن کی تو خونه دامن ماکسی میپوشه؟ چی کار کنم مادر؟ ندارم الان، دو ساله که ندارم. لابد به پسرم همینو میخوای بگی. الان دو ساله که دارم قسط فرش خونه با تلویزیون میدم، نتونستم واسه خودم رخت و لباس بخرم. شما ببخشین. خب برو یکی از بروز دامناتو بپوش بیا. لا اله الا الله، دختره حالیش نیست. من میگم نره، اون میگه بدوش بدوش. ما چهار سو بشه زن. من ندارم والله ندارم. راست این که هرچی پول میگیری خرج قرفر دخترت میکنی، هیچ هم فایده نداره. پارچه سیاه با شستن سفید نمیشه که نمیشه نمیشه. بابا مامان پامیشم از دست این آقا خودمو میکشم. بابا ول کن مرد، اینقدر سر به سر ما نذار. اصلا چه میگی زن؟ من دلم نمیخواد مرد غریبه بیاد تو خونم. اصلا واسه چی بیاد؟ میاد خواستگاری یا شیربه ها واسه بیاره؟ نمیخوام نمیخوام. یا هیچی نگو، یا الان بازی عرقتو میذارم میشکرم. بزن بشکرم مریم جون، کیس داره. بزن بشکرم کلی میخوام. بزن بشکرم بزن بشکرم بزن بشکرم. با اونا چی کار داری دختر؟ خیلی خوب خیلی خوب، من هیچ چی نمیگم. تو اصلا برو شما تو اون اتاق، تا وقتی هم که پسر میره بیرون نه. یالا مثلا نکن. خیلی خوب خیلی خوب، تو برو به سر اخجال سلام میرم دیگه، هم حرف نمیزنم دیگه. یالا برو برو برم چش چش، من دیگه حرف نمیزنم. برو 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 جون برو نسا. یالا برو تو مثلا نکن، برو تو دیگه. من اگه صدا در بیاد به مرگ مامان تمام بطری یرقه تو میشکنم. خیلی خوب ببخشید. بیا اینجا، با دو سه کلام حرف دارم. گوش کن آقا سگه، اون دختری که صبح تعریفش واسط کردم، فکر و خیالش بد جوری پاپیچم شده. شیطان نامرد افتاده زیر پوستم و هی قلقلکم میده. میگه پاشو جای مهران پسر بزرگنیا برو خونشون، ولی عقل لامروت میگه شیطان شیکر خورده. خلاصه یه دلم میگه برو، یه دلم میگه نرو. ما موندیم وسط این دوتا دل لامروت معطر. هیچی هم حالشون نیست که نیست. یکی میگه این لقمه چر با دست نده، باد آباد برو زیر یه خمشو بگیر و خاکش کن. یکی میگه اون یکی غلط کرده، حرفشو گوش نکن، بی خودی دست و بال خودتو نذار تو حنا. حالا من موندم و تو، اگه حرفت اینه که برم تا سه میشمارم یه واقع فندقی میزنی. اگرم میگی نرم که خب دیگه هیچی نمیگی. حالا خوب گوشاتو وا کن، عقلتو به کار بگیر. شما یک و نیم، دو، دو و نیم. دارم میرم طرف های سه ها. آشغال گوشت و استخونم یادت نره. دو و هفتاد و پنج، سه. آخر موندنی شدی. ها کی بهت گفت وقت بزنی؟ حالا یه دست لباس درست حسابی چجوری گیر بیارم؟
برم سراغ کمد ارباب. کجا احمد؟ همینجا خانم. لباس های مهران رو کجا میبری؟ لباس؟ بله میبرم لباس شروع. تو چرا عزیز جون بلش کن بده یه نفر دیگه ببری، بی با هم یه خود گپ بزنی. آخه پسرتون کارتون داره انگار تو اتاق مونده. تو پایین باش تو من بیا. آه جونم چی کار داری مهران؟ در بالا مامان خوبه؟ انگار توفه آورده پدر سگ. بازم از دست من فرار کرد، ولی هر جا بری بازم تو چنگ خودمی. یه چی میبری من بخورم از گفتگی مردم بابا. بیخواد باید تا یه اون شام میخوریم. ابروام خوب شد ماما. من لباسم خوبه. ای بد نیست. پس ابروهای تو هم ای بد نیست. ماما اون یارو خلی داره میاد اینجا. جنوب مال بره دومه این خدا دختر مال بنده ای خدا خدا مرگم بده. الان پسر میاد اونو اینجا میبینه آبرون میره. این دیگه میاد اینجا چیکار کنه؟ میاد با تا عشق بازی کنه. باشو باید یه جوری سرشو به تاق بکوبیم. شماها برین تو اتاق. برو عزیزم برو. به آقای شریف سلام از میکنم خانم. سلام علیکم. شما رحمانزاده رو ندیدی؟ الان اومدم زیارت. ولی نیستش. راستش ده بیست تا پاسبون اومدن دنبالش و اون با خودشون بردن. آقای شریف مریم هم رفت دنبال اونا. ممکنه شما بریم ببینیم چه خبر شده؟ والا انگار صدای بوق ماشین آقای بزرگیان. آقای بزرگیان اجازه بدید بنده مرخص بشم. نه در خدمتم مادموزل. مریم بابا پس دارم نشوندم رو پوست خربزه. تو شیشه عرقتو نشکستم. ای آقا بیا بیشین تا بهت بگم چه خبره. بیا بی بیشی. بفرمایید آقای رحمانزاده. حالا یه گلاس عرق بخور به سلامتی تازه وارد. هزار ماشالله چه قدر و قامتی چه سر و صورتی. خدا همه چی رو با هم هم پول و مقام هم جوون. اینم جوون چه برای ما هم جوون شلوغ نکن محمد رضا جون. قربونت برو تو اتاقه. نه بابا خرابه. برو تو اتاقه پسرم برو. بفرمی خواهش میکنم. بفرم مهران مامانم خوشوقتم. بله شاکرم. بفرمی بفرمی اونجا بفرمی تو بفرمی. یعنی که انگار بوی مرد میاد یک مرد دیگر. مگه مرد بو میده آقای شریفی؟ بله بوی مرد بوی یک رقیب عشقی. درسته اونا منه واسه همین آوردن تو این اتاق. من تحمل نمی کنم. من می جنگم. من دول می کنم. شلوغ نکن بابا میزنن شیشه های عرق منو می شکنن. پس بذارم شیشه قلب منو بشکنن. من الان رقیب و مصفوف در بیارم. دلم کن آقا اون بزرگ نیاز مرد پسر اونه. بزرگ نیا؟ مهران؟ خودشی آره. آخ جا پس من بزرگ نیا با هم رقیب عشقی هستی؟ آخری آره. آخ جا رقیب عشقی من اویست. خیال جنگره.
انگار اونجا یه خبراییه. نه نه هیچی نیست، خودتونو ناراحت نکنین، بفرمایین میوه میل کنین. خیلی ممنون، صرف شد. مهران خان واقعا با نجات دادن من معرکه کردن. این همه شجاعت از آدمی که توی پول و ناز و نعمت بزرگ شده بعیدی. اینا همه کار خداست ننه جون. ننه جون چیه؟ چی میگی تو؟ مهران خان که دیگه غریبه نیست، بلندتر بگو. هیچی، من که چیزی نگفتم. چیزی گفتم؟ والا نه، ما که چیزی نشرفتیم. آره ننه جون، میگفتم که اینا همه کار خداست. یه مریمی از ترون لک و لک میاد اینجا دریا آبتنی، بر میخوره به یه مهراخانی که اونم اومده آبتنی، بعد از هم خوششون میاد و کارشون میگیره بالا. ماما کارشون میگیره بالا یعنی چی؟ یعنی واسه هم دیگه یه تورایی میشن. قربون دهنت، یعنی همین. میدونی مهران خان، این دختر من یه خود چش و گوش بسته است. نه که بگم خنگی خره یا چیزی حالیش نیست، ولی خب دیگه میدونین که دختر دم بخته یه خود همیشه. بله بله خانم، واردم، حالینه. ای خدا، من و شما چقدر خوب هم دیگه رو میفهمیم. پاشو پاشو برو واسه ما چایی ورد بیار. ماما میران خان منو از تو دریا نجات داده، نه شما رو. آه بله، شما بشینید، من الان میرم براتون چای میارم. قهوه؟ آره قهوه میارم همین الان. خودمونیم، مامانت حال حاله ها. خب مادره دیگه. راستش من فکر میکنم ما واسه اینکه همدیگر رو بیشتر بشناسیم بهتره یه قرار دیگه بذاریم. اینجا تو خونه یه خورده میدونین که امشب چطوره؟ عالی، حتی میتونیم بریم برقصیم. خدا به خدا، من به مامانم گفتم ترمزش بریده، مامانم گفتم. اوه شکست؟ آره انگار شکست. میگن تو ونیز تو یه قصر داری. بله. یه قصری که از چهار طرفش آب رد میشه و دیوارش پر از سبزه و پیچکای اطلسی. قصری که از یه طرفش میتونی خورشید رو ببینی که از پشت کوههای آلپ طلوع میکنه و از یه طرف دیگهش غروب اونو تو دریای آدریاتیک تماشا کنی. اینا راسته؟ والا خب میدونی. میدونی چیه؟ چرا نمیگی نه؟ چرا نمیگی تو فقط یه خونه پدری تو جوازیه داری که اونم جلو بانکه؟ راستشو بهش بگو. هی حواست کجا؟ خلاصه راسته یا نه؟ تو این قصر رو داری؟ نه. آره آره دارم، از عمه پدریم به ارث رسیده. خدای من محشره. ولی خب میدونی مهمتر از همه اینه خود توی. تو بدون این چیزا مثل همون شاهزاده سوار بر اسب سفیدی که تو قصه ها تعریف میکنن. قربون تو، خجالتم میری، شرمندتم. تو رو نمیگه، مهران رو میگه. بیشی با تو هم. تو داری با چی حرف میزنی؟ با هیچکی، دارم به تو فکر میکنم عزیزم. فوق العاده. آره مرشد، به سلامتی. من عاشق ویسکی هم، با نهار و شام هم اگه یه پیک ویسکی نخورم روزم شب نمیشه. خب این تاثیر اروپاست دیگه. میدونی مهران، من مدت ها در روم زندگی کردم. وای چه شهری، برج پیزا، معبد اولم، واقعا با شکوهه. راستش من عاشق مسافرتم، اونم مسافرت به ایتالیا. وقتی به شهرهای ساحلی مدیترانه فکر میکنم میخوام پر بکشم. تو نمیکشی؟ چی؟ سیگار؟ نه، پر به اروپا. یعنی میشه؟ میشه یه روزی من و تو با هم تو جزیره کاپری بشینیم و با آواز ماهیگیرایی که در غروب آفتاب توراشونو جمع میکنن گوش بدیم؟ میشه ها؟
لابد بخواهی بگی آره، لابد می ترسی بگی از تمام جاهای دنیا فقط اصفهان و شیراز رو دیدی. خب این نداره بهش دروغ بکن، بازم نقش مهران رو بازی کن، شاید اینجوری دست و بالت به یه جایی بند بشه. خبر مهران، حواست کجا بود؟ من داشتم راجع به خودمون حرف میزدم، ما همدیگه تو جزیره کاپری، یعنی میشه؟ والله راستش الان هیچ حالی نیست، بهتره بریم یه جای یه ذره مشروب بخوریم. قبولم یاردم میخوام گیسوی افشون بریزم روی شونه، بشینم در کناره بخونم عاشقونه، از اینجا تا شمرون از اونجا تا میگون فرشدم همچین همچین ممکنه در خدمتتون باشیم؟ آره این افتخار میدیم. چطور سه نفری بریم؟ کجا؟ قربونم دیگه. خیلی بهمون خوش میگذره خانم. خیلی خوبی بریم دیگه. آره. تو رو خودت بلم کنی. خونم. بلم کنی. نه کسای بی معرفه. خیلی عجله. آیون محترم
خانم شما بفرمایید ما یه حرف خصوصی داریم. بفرمایید لطفاً خانم بفرمایید شما. میتونم بپرسم با خانم چی کار داشتی؟ والا می‌خواستیم بریم بستنی بخوریم. بستنی بخوریم. من میگم چطور یه کوتک حس کشور تو روی آفتاب دیدی؟ حسو بیشتر تر؟ بله چند تا؟ یه دونه من فقط خورشید آسمون مملکت خودمونه دیدم پاشو پاشو خود قدم بزنی خیلی هوای خوبیه پاشو چیزی بهت بگم مریم نکنی میخواد بگه عاشقم شده و میخواد با هم عروسی کنی راستش من از دیشب تا حالا خیلی حرفا میخوام بهت بگم خجالت تو... میکشی درست گفتم نه؟ آره آره میدونی این درست نبود که من در اولین برخورد همیشه تو به هم بگی آره آره همیشه میدونی من تو فوق‌العاده‌ای دیشب تو رو سعی نکردی حتی دست منو بگیری درست همونجور که من فکر میکردم یه جنتلمن واقعی ولی من الان اونی که تو فکر میکنی آره چرا دروغ بگم قبل از اینکه یعنی من آدم بزرگ و خوبی هم آره خیال کردی من کیم یه دختر عقده‌ای و بیشعور که پس من مهران نیستم مریم من چیزای بزرگتری فکر میکنم به یه خوشبختی که پول هیچ نقشی توش نداره منم اون مرد پولداری که تو فکر میکنی نیستم که تو ممکنه واسه من خیلی کارا بکنی منو ببری تمام دنیا رو نشونم بدی قشنگترین لباسا رو واسم من نمیشونم تو ممکنه حتی واسه من یه قصر بسازی ممکنه هزاران هزار دختر تو این دنیا باشن که حسرت من رو بخورن من واسه تو یه اتاقم نمیتونم بسازم من پسر بزرگ نیان نیستم من رو نیستم هر روز یه چیز تازه به هم هدیه کنی نظر حتی یه لحظه هم بخورم که چرا رهایت نیش بابا من پسر بزرگ نیان نیستم من احمده اسم ننه خدا بیامرزم هم سکین سلطان بود بابام هم همین دو سال پیش از دق دوری ننم ریغ رحمت و سر کشید و مرد ارسیشم واسه من یه خونه است تو جوادیه که اونم گروه بانکه و تا 10 سال دیگه باید واسش قسط بدم حالی چود من کیم؟ نه تو داری دروغ میگی میخوای منو امتحان کنی آخه چه امتحانی دختر مگه خودت نمیگفتی این چیزا واسه مهم نیست مگه نمیگی من یه نجیب زاده و جنتلمنم تو یه دروغگوی رزل و پسته ای مریم بفهم چی داره میگی تو پیه چی بودی؟ پیه این که بدونی چجوری یه دختر تو خودش میشکنه و مسخره میشه حالا رازی شدی؟ مهران خان تشریف دارن با مهران خان چی کار داشت؟ لای در رو بکن لای در رو ببند تو بولم بیا 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 والا از شما چه پنهان گویا بین من و مهران خان یک مورد عشقی پیش آمده من امروز آمدم که تکلیفم را با ایشان یک سره کنم البته تو خودت را به خریت بزن و به روی مبارک نیاور خاطر جمع باشین آه یه دقیقه صبر کن الان تموم میشه مفرش خیلی خوب هست قربان آقای شریفی با شما کار دارم اجازه میدیم بیان تو باز یه سر خر بگو بیاد
بفرمو جو. اوکی شد مدام. یا الله. آیه اوکی شد. سلام مهران خان. سلام شریفی. چه خبر شده؟ باز بی موقع مزاحم شدید. باز موضوع زمین و خون و این حرفاست؟ خیلی قربان. این دفعه مسئله کمی خصوصیست. خب بگو ببینم چی شده. حقیقتش موضوع بالاتر از زمین و پول و این حرفاست. خب پس نمیخواد برای من بگی چون نمیتونه برای من جالب باشه. اختیار داری قربان، حتما جالب است. مثل که تو یادت رفته که کار تو با من فقط مربوط به زمین و ولی انگار این دفعه کار من و شما یک جور دیگه هم به هم مربوط شده. چه جوری؟ عشق. چی؟ عشق قربان. ما بدون اینکه خبر داشته باشیم با هم رقیب عشقی هستیم. اون دختری که شما بی خبر از همه جا عصر سه‌شنبه منزلشان مهمان بودین در واقع نامزد منه قربان. کدوم دختر؟ اصلا میفهمی چی داره میگی؟ بله قربان، خوب حالی من چه عرض میکنم؟ البته جای هیچ ایرادی نیست، یعنی نمیتواند باشد، چون ما هر دو جوانانی هستیم، برومند و نیرومند و قشنگ و خدنگ. هیچ ایرادی ندارد که کارمان به رقابت در عشق هم بکشد. البته چون من خدمت شما و خانواده ارادت قدیمی دارم، حاضرم با شرایط خیلی سهل و ساده میدان را از برای شما خالی نمایم. محمد ریش. محمد ریش. چه شرایطی؟ ناقافه قربان، اگر اون قطع زمین مجاور باغ نارنج و صدقه سر خانم وارده به اسم چاکر بکنید، بعدش بنده با سرعت هرچه تمامتر پام از این ماجرای عشقه بیرون میکشم تا شما راحت و آزوده فمای سعادت رو در آغوش بگیرید. همین نمیشید قربان، میخوام با سرعت هرچه تمامتر آقای شریفی رو به خارج از اینجا راهنمایی بکنید. ای بابا ولی این رسم رفاقت نیست قربان، این دور از جهانمردی هست. خوشت اومد دارلینگ. آیه شما قهرمان ها. مای لاو آقا شجاع من. قربونت برم. جدن برکومن، جدن برکومن که به در سخته. نمک بحره و نوف رفیق، تقصیر من چه صفری دلم و پیش تو با کردم. ببخشید المعمور و من. معذور پدرت هست، معذور مادرت هست. من از ساده لوح را بگو که بحر نو کسی اطمینان میکنم. این را کربلش رو میده دلش کن بابا دیبونه هم نگاه بخواد یک کارایی بکنه. بینم کن حتما باز یه نقشه هایی داره. جهنم بود. به خاک مادرم خیلی پشیمونم. خب مهم نیست گذشته. نمیخوای امشب به صرف چای شیرینی دعوتم کنی تا پدر مادرت نجات دهندتو ببینن؟ نمیخوای؟ اگه نجی دعوت قبول کنه چرا؟ یا اون سیزای قبلی پلاک هش نه؟ یک دو خیال کردن من خرم یا حالو هم؟ آمدن تو ویلا کنگر خوردن و لنگر انداختن واسه من رقیب عشقی هم درست میکنن. امروز دیگه تکلیف خودم رو روشن میکنم. جوان نیستم که هستم، قوی نیستم که هستم، خدنگ و قشنگ و ملنگ نیستم که هستم. باید از خدا بخوان دخترشون رو به من بدن.
امروز دیگه مهلت آخره. یا افتخار دامادی ما باید قبول کنن، یا جلو پلاسشون رو جمع کنن و برن ولایتشون. آره جونم، میخواد بیاد دستبوس تو که عموش باشی. اساتیدو جمع کن برو تو اتاق خودت، تو هم برو یه جای دیگه بازی کن. خیلی خوب. نلات ماما. خیلی خوب بابا. بذار راحت باشه. باش محمد رضا. شما هم همینجا مشروبتون رو بخورین آقا جون، اشکالی نداره. اینه. آدم مردی که میخواد زندگی کنه نباید رو درواسی داشته باشه. پس میخورم به سلامتی دخترم. مگه این همون مهران نیست که اون دفعه اومد اینجا؟ چرا مامان، همونه که اون دفعه اومده اینجا، ولی مهران نیست. من فقط پوچر بازی میکنم، همه تونه ما ادم میخوام امروز رو کنم. آخه پاییز میشمارم مهران خواهد. آره سوار پیشم کار شیطونه. میبینیم و تعریف میکنه. باید تعریف کنیم. بزن بره. یواش کاری چی؟ گور بابای بزا و پس اندازتون. ببینم کجا میخوایی بری شیطون بلا؟ دارم میرم چیز، دارم میرم بیمارستان، یکی از رفقا من مریضه. ای دروغگو، باز میخوایی در بری؟ نه جون خانم بزرگ، آخه واسه چی درم؟ میخوام برم عیادت یکی از رفقا. نمیخوای بری، من یه کار واجبتر باهات دارم. کار واجبتر که بیا. یا حضرت پسپول اعوذ برب کلک. برو پایین تا بگیم. نمیشه بگم بگیم چی کارم داری؟ میدونی همینجا رو پله ها بگیم. آخه من میدونی خب ببینم حالت خوبه؟ این همه راه منو آوردین که همینو ازم بپرسین. خب همونجا میشد ازم پرسید، منم عرض میکردم چاقو سرم. نه میخوام بهت ماساژ دادن یاد بدم. ماساژ دادن؟ ماساژ ژاپنی بلدی؟ منظورتون همون موتور شاردم، ماساژ داخلی، ماساژ خارجی، ماساژ فابریکی. یعنی میدونی من بابام اصلا دلاچ بوده، چون اون دلاچ بوده ما هم یاد گرفتیم که چجوری. نه جونم، مشت و مال نه، ماساژ. حالا یه نمونهشو میخوام بهت نشون بدم. اینطوری احتیاج ندارم که به ماست باشده خانم بزرگ. میدونی باید حساسترین موضوع بدن پیدا کرد، از را که باید رنگوش گرفت دائم و به طور متناسب اینطوری اونو لمس کرد. ای بابا فشار داد. نه اینطوری خطرناکه، قربه برگل کن بناگوشو بلنگو. وای سا این ماساژ نیرو بخشه. نیدونم خانم، میشاله یه دفعه کجا شرفی برسونم. راستش بخوام برم نامزد بازی، ولی از موتور میترسم. دست سوارشو میره صرف منه بیکی باد نوارده. احمد جان دیگوش در رو ویراجم نده. احمد جان دیگوش در رو ویراجم نده. ببینم آخ شریفی، مگه تو نامزدم داری؟ بله اختیار دارین انبا و اقسام نامزد، ولی یکی از همه بیشتر خاطر خواهشم. خب حالا خونهشو کدوم طرفیه؟ از اون خیابان. اتفاقا منم دارم میرم نامزد بازی، خونه نامزد منم از اون طرفه. حالا من از این خیابون میارم. اتفاقا منزل نامزد منم از اون طرفه. خب چه شده؟ انگاه آلبورگیلاس میکینه. آلبورگیلاس میکینه؟ ای بابا یعنی من با من رقیب عشقی هستی؟ جامش کن با من رقیب، چشتو واکن این کجا میخوا بری؟ همینجا، خانه اول آخر من همینجاست. دیگه طاقتم تاق شده، خودتو برای دوه آماده کن. یا من زنده میبارم یا شما رو قبار رو برمانه کفر کن، کلیم بیار کن. یا خانه رقیب و برای معشوقت حدیه میبرم. چه خیال از اسی هست؟ بیشی ببا این دیگه که اینجا دور برداشته. آره دیگونه است بابا، دوست آقامه. این که میکنم با من رقیب عشقیه. خاله من نقیه خوانه گره بردم. دوست این فر میدارم. برم تو برم. بریم ای بابا،
بابا، عجب تصادف خدنگی، عجب تصادف ملنگی. ای آخ، آقای بزرگ نیاز، آقای بزرگ نیاز، ببینده چه روزی افتاده بدبخت بیچاره پولدار. طوری شده احمد جان؟ نمیدونم شده. قلبش که میزنه، باید بریم براش دکتر بیاریم. ببینم ساعتش هم میزنه یا نه. بره میزنه. این همون مهرانه؟ بله، پسر ارشد آقای بزرگ. شریفی، نیا تو باز با من بیای، من که خونه دفتر برم نیستم. از همون طرف رو مره، برو بریم از همون طرف. نه 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 نه، احمد جان از این طرف رو گم کردم. نه نه، از اون طرف. شما حالتون خوبه؟ تو چقدر خوشگلی دختر. از کجاست این آقای بزرگ نیا؟ کجاست؟ بیا بابا چه خبره؟ تو انگار بیشتر از اون احتیاج به دکتر داری. کجاست؟ بگید کجاست؟ خونه ها کو؟ ای بابا، انگار خود به خود خوب شده رفته. پول ویزیت بنده که با اینجا مردک خدا کریمه ناراحت نباشونم. مهم نیست خود، یه وقت دیدی باز تصادفی چیزی کرد و باز گدارش به تو افتاد و تونستی یک سیبیلکی چرب کنی. ببینم عزیزم، تو مشروب چی میخوری؟ ویسکی با سودا. ویسکی با سودا، خیلی خوبه. مثل من، اتفاقا منم دوست دارم. الان مرات میریزم. ببینم، تو چند وقت اینجا کنار دریایی؟ خیلی وقته. و چرا تا به حال من تو رو ندیده بودم؟ منم شما رو ندیده بودم. حیف شد واقعا. روزای خوبی از دستمون رفته. ماهی رو هر وقت از رو بگیری تازه، مخصوصا که ماهی شاخ ماهی باشه. خیلی متشکرم. تو خیلی خوشگلی داری. بهتره زیاد ازم تعریف نکنی، چون با خودم رو میگیرم. چون گوش ندی. ببینم، این راسته که تو یه قطع تو وینیس داری، یه قطعی که از چهار طرفش آب رد میشه و دیواراش پوشیده از پیچکای اطلسی. مهم اینه که من اینجا تو رو دارم عزیزم. هوای اینجا خیلی گرمه، شما کولر نداری؟ هوای اینجا از هوا نیست، از اینه که من کنارتم. آه بله حتما. پس بهتره زیاد به این نزدیک نشی، چون ممکنه بسوزم. بغل گوشات قرمز شده. چرا؟ از حرفای من خجالت کشیدی؟ تو فکر میکنی همه چیزو خیلی خوب میفهمی. آره؟ من فکر میکنم تو تا حالا حتی مشروبم نخوردی، واسه همینم هست که گیلاست دست مونده. خب شایدم من اشتباه کردم، شایدم تو خیلی بیشتر از اون چی که من فکر میکنم تجربه داری. اتفاقا همینطوری. پس مشروبتو بخور تا باورم بشه، الا من حوصله دخترای بی تجربه رو ندارم. چرا منتظری؟ به سلامتی. به سلامتی. تو فوق‌العاده‌ای. چرا؟ میل ندارم. چرا؟ از من خوشت نمیاد؟ گفتم حالا میل ندارم. خب پس الان چی کار کنیم؟ میخوام منو برسونی به منزلمون. بسیار خوب، هر جور دلت بخواد. بذار سویچمو بردارم. احمد؟ بله. بیا احمد. ماشینو بیار جلو. حواست کجاست احمد؟ بگیر سویچمو. چشم اصای قربان. منو ببخش اگه ناراحتت کردم. ابدا. شب بسیار خوبی بود. سوار شو عزیزم.
من دختر به خوشگلی تو کمتر دیدم. چی بگم؟ خب خیلی ممنون. مجبور نیستی چیزی بگی، فقط وقتی با من حرف میزنی نگام کن. باشه، از این به بعد. تو خوب میدونی با یه مرد چجوری رفتار کنی که براش جالب بمونی. ولی من اصلا سعی نکنم. دیگه هیچی نگو. فردا شب یه مهمونی تو خونم دارم، دلم میخواد پارتنر من تو باشی. میای؟ سعی میکنم. همین برام کافیه. برای من شب فوق‌العاده‌ای بود. مرسی، واسه منم خوب بود. پس با امید دیدار تا فردا شب، درسته؟ گفتم که سب سیر نمیشم. شب بخیر. خودم همه چیزو فهمیدم. دوباره همون بازی از اول، منتها این دفعه با خود مهران طرفی. حالا با خیال راحت میتونی تو هر چه چون خواست پیش بری. نمیذارم که تو یه دختر بی‌معرفت و نامردی که به خاطر هوا و هوس دل خدا رو میشکنی. آخه صبر کن، منم هر واسه تو احمد و محمد و حسن و حسینش هیچ فرقی نمیکنه. همینطورم رفت. میگم صبر کن، منم حرفمو بزنم احمد. یعنی تو حرفی هم داری بزنی؟ چرا فکر میکنی ندارم؟ من حوسباز نیستم احمد. من اگه حوسباز بودم، اگه دنبال دلم بودم، خب کی از تو بهتر؟ تو واسه هر دختری به سن و سال من ایدئالی. منتها من میترسم احمد. از چی؟ من واسه تو هر کاری میکنم دختر، تا اونجا که دستم برسه زمین و زمونو به هم میریزم. ولی چقدر دستت میرسه؟ چقدر؟ من زندگی پدر مادرمو دارم میبینم. دلم نمیخواد به همچی روزی بیافتم. دلم نمیخواد واسه اینکه 20 روز کنار دریا باشم قول دخترمو به صاحب ویلا بدم. من از بس شنیدم پدرم به مادرم میگه ندارم، خسته شدم. دلم نمیخواد منم این کلمه رو از شوهرم بشنوم. دلم نمیخواد تا عمر دارم قسط خونه بدم، از اینکه تو زمستون برم قسط یخچال بدم، تو تابستون واسه قسط بخاری تو خونم علم شنگه بشه، بدم میاد. از اینکه بچه‌هام حسرت یه سینما رفتن شب جمعه رو بخورن، یا واسه یه شب شما بیرون خوردن به امل تماس کنن دیوونه میشن. چرا؟ چرا از این زندگی نترسم؟ حسرت خوردن خستم کرده. احمد دلم نمیخواد تو خونه شوهرم هم حسرت بخورم. باش، من میرم. ایشالا خوشبخت بشی. مزه چی میخوای نمد آقا؟ نه آره ما برو بیارم. داشتیم تموم شد، ببخشیم. گوش کن دختر جون، چرا حالیت نیست؟ آخه اون پسره گشنه رو میخوای چی کار؟ دوستش دارم، چی کار کنم؟ عشق که گشنه و سیر سرش نمیشه. همین لاتایلاته که آدمو به بدبختی میده. آدم گشنه هیچی حالیش نیست، اون پسره تو رو بدبخت میکنه. من سر تا پا تو طلا میگیرم دختر. اون جیگور گشنه رو که هشتش گروه نوعشه ول کن. نمیتونم دوستش دارم، آخه چی کار کنم؟ خاطر خوشم. اگه سنون بشی همه عمرتو باید به بدهکاری و قسط دادن و حسرت خوردن بگذرونی. خوشت میاد؟ ده خوشت میاد. آره خوشم میاد. میگم نباید دنبال من بیای. چی؟ به همین آسونی؟ من بابای جفتتونو میسوزونم، میکشم. چیکار کردی؟ اینجا من تو رو میخوام. ولم کن. من خواهی دارم با همه بدبختی اون بسازم. رستون گفتم ولش کن گامبو. باره با دلت خوشه. آفتم ولش کن. گم شو. گم شو. گم شو. Come on, 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 come on,
قهرمانی که میخواستیم همین بود. شما هم ول کنین. برو دختر جون، دیگه هم اینطوری از خونت بیرون نیا. چشم. بی بلا. ندارم. میفهمی آقا جون، ندارم. داشتیم میومدیم واسه یه جفت کفش خریدم، دیگه ندارم. باز گفت ندارم. خیال میکنه شاخ قول و شکسته یه جفت کفش واسه این دختره بیچاره خریده؟ اصلا اونی که خریدی کفش نیست. پس چیه؟ کت شلواره؟ باز خودشو زد به خریه. بابا جون این صندل کفش نیست. با این که نمیشه مهمونی شب رفت. والا بلا ما 50 سال داریم زندگی میکنیم، ندیده بودیم کفش روز و شب با هم فرق بکنه. تو چی دیدی؟ تو غیر از بطی عرق مگه از چیزای دیگه هم فرق نمیاری؟ چی میگی؟ اصلا ندارم. من میگم نره، اینا میگم بدوش. آخه چجوری؟ میکشم خودمو. من اگه نتونم مهمونی امشبو برم به خونه خودمو میکشم. برو، چیکار به من داری؟ چجوری؟ پا برنه بره؟ دیگه خودکشی پا برنه و پوشیده نداره. بیا بگیرش به زور ازش. سلام مریم خانه به قشنگ و ملنگ و بلند. بابا دلش خوشه؟ چی خوشت؟ فرمودن چی چیم خوشت؟ آقای شریفی برا بله بفرماییم. میدونم چه بلای شریف بیارم. هر غلطی از دستت برمیاد بکن. بفرمایین آقای شریفی، بفرمایین. والا کار ما از تو آمدن گذشته خانم. بهتر است که تکلیف ما رو روشن بفرمایید. مریم خانم که با ما اصلا سر یاری و مهربانی نداره. تازه هر بارم که خدمتشون اظهار ارادت میکنم شطرت میزنه تو ذوق ما. آخرش ما نفهمیدیم شریک دزدیم یا رفیق قافله. شریک دزد جونم، شریک دزد. اینا دزدن، کلاهبردارن. بابا شما باید صبور باشید. آقای شریفی مریم دختر حساسیه، واسه به دست آوردن دل اون باید از راه درستش وارد شد. والا ما الان 3-4 ساله هر راهی رو که شما گفتید رفتیم و فایده نداشته. سر بالا، سر پایین، خاکی، اسفالت، شسته، اتوبان. آخه دیگه چیکار باید بکنیم؟ صبر، صبر. با صبر همه چی درست میشه. ای بابا شب جا خوردی وقتی اون دختره رو با من دیدی ها؟ چیه؟ ازش خوشت اومد؟ عیب نداره، وقتی عشقش رسیدم خواستش میدم به تو. بازم با خودت سرور کردم، خواستش میدم به تو. ازش خوشت اومد؟ پرسیدم با من کاری داشتی؟ آره، مامانم دنبالت میگرده، میخواد واسه مهمونی امشب بری خرید. خدایا خودم عشق جدیدش میرم. تو این هفته این چندمین عشق رو انسانه هشتمین. چی میدانی زمانی من و مهران خان با هم رقیب عشقی هم مهران خان دید صلاحش در اینه که میدان رو برای من خالی بگذاره. معرفی میکنم بهشتی، ناصر، سیمین، خوشبختم، خوشبختم، زهره، خوشبختم، ایران. چی شده آقای شریفی عصبانی شد؟ این بیپلر مارا اینا پاک مارا خرجی رو بردن. ها ببین، ها ببین، برین کلام، 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 برین
دیوانه شده. تو اینجا چیکار میکنی؟ من میخوام بپرسم این خارم اینجا چیکار میکنه؟ تو چه مربوطه مرتی که؟ همین همینجا هست که جناب عالی نسنجیده و نفهمیده دستو اینو از خونتون بیرون کنن. ایشون نامزد رسمی و امیتی و مسلم و بنده هستن. اون وقت جنابی دست میدازه زیر بطلش و قفاده شده. شریفی تو واقعا داری دیوونه میشی ها؟ خانم بنده رو دیوونه کردن. خانم خانم ها رسمی نامزد بازی و سراشویی باز داره روشو زیاد میکنه. اصلا برو بیرون مرسی شا. های من بریش نمیخوام. من بریش رو نمیخوام ترا کنی. من خودم میرم برای انتقال ما از اون نامرد بیوفا و خانواده حقوقش میگیرم. حالا ببین نه ها چون گذاشتم نه اما هلی سنی شد بره دیبونه بزنید برسید مشغول شید انتقام دیگر به جایت عشق محمد قلب پرشور من آتش انتقام شعله می کشد انتقام از معشوق انتقام از طبیعت انتقام از خودم انتقام از دنیا نام حسنای دنیا رو با هم یک جا داره معلوم خوشگله با نمک لونده خوش محبته و از همه اینا گذشته خوشله که خب همه اینا به من مربوطه ولی واسه شما هم یه چیز خوب داره چی داره؟ بگو نشونمون بده ببینید حرفای احمد نشون دادنی نیست فقط گوش کردنیه گوش کردنی خوشگل من گویا خوبم میخونه مطمئنم که شب خوبی رو با هم خواهیم گذروند بیا تو عزیزم نه مهران بهتره تو با این حالت بری بخوابی من باید برم بری؟ کجا بری؟ مگه دیوونه شدی؟ نمیدونم شاید ولی دلم میخواد شب و تو اتاق خواب خودم بگذرونم خب تو مطمئنی که دلت نمیخواد پیش من بمونی عزیزم؟ اگه دلت میخواد فردا صبح میبینمت خیلی خوب باشه هر جور که دلت میخواد محمد
امری بود قربان. بیا محمد. به احمد میگی خانمو برسونم به خونشون. چشم قربان. من صبح میرم از سواری، اگه بخوای تو هم میتونی بیای. حتما میام. شب بخیر. بفرمایید خانم. شب بخیر. راستی به آزیتا و شهلا بگو بیام پیش من. چشم قربان. سلام. بگو سوت میزنی که چی؟ که مثلا خون سردی؟ که مثلا هیچی برات مهم نیست؟ من دارم جیغ میکنم احمد. اون خیال میکنی که خیلی راحت میتونه منو به اتاق خوابش ببری. خب بهش بگو، بگو این کار زیاد راحت نیست. شادی خود بیشتر واسد مایه گذاشت. تو نمیفهمی، نمیفهمی من چی دارم میگم. تو از اون آدمایی هستی که هر کاری رو فقط به خاطر خودشون میکنن. چون فکر میکنی من دیگه مال تو نیستم، میگه گول پدرش، هر بلایی سرش میاد بذار بیاد. تو چه پر روی دختر؟ میخوای چی کار کنم؟ یه قداره بگیرم دستم و دوره برات بگردم تا هرکی بهت گفت بالای چشت ابرو سرش رو بزنم؟ یه دستمال یزده بگیرم دستم و واسه چنابالی برم خواستگاری مهران خواه؟ هیچ کدوم، فقط منو بفهم. نخوای که با سرکوف بهم نگاه کنی یا حرفای نیشدار بهم بزنیم. هر کس این کارو بکنه واسه من مهم نیست. ولی نمیدونم تو چطور میتونی منو دیوونه کنی؟ من همینم که هستم جونم. حرف زدنم هم واسه یه دختری که فقط پی هوا و هوسشه بهتر از این نمیتونه باشه. واسه من این کارا هوس نیست. ولی واسه من هست. دیگه هم نمیدونم چیزی داشتم. بیحال کنار جاده پیداش کردن. ناراحتی مهمی نداره، همش هزیون میگه. گویا دچار یه مقدار آرزه عصبی شده که از این بابت هم حتما سابقه طولانی داره. کدوم آتاره؟ همینجاست. دام دام، من فقط آتش میتنم. خیالشان من خرم، در حالی که من گوسارم. من شریفیه، خلنگه، ملنگه، خشنگه، پلنگم، پلنگم، نهنگم. من چرا سوار نمیشی؟ میترسم، خیلی وقت سواری نکردم.
سوار شو ترست میریزه یالا. آخه من یادم رفته باید چی کار کنم، نمیدونم چه جوری سوار شم. پاتو بذار تو رکاب، قاچ زینو بگیر، خودتو بکش بالا، دهنم هم محکم نگه دار. شره باور کن میترسم دیگه. ترست ری دیشب چرا نیمدی تو اتاق من؟ ها؟ میگم دیشب چرا نیمدی تو اتاق من؟ خب دلم میخواست شب و تو اتاق خودم بگذرونم. تو چرا انقدر سعی میکنی خودتو کنترل بکنی ها؟ چون میترسم از دست بیفتم. منظور من چیز دیگه است. میگم چرا تو رابطه با من سعی میکنی جلوی خودتو بگیری؟ چون بازم میترسم از دست بیفتم. پس مواظب باش نیفتی. نه فقط کمی دستم درد گرفته. خب دیگه بسه، دردش برطرف شد، بریم دیگه. نه نگاه کن خورشید داره غروب میکنه، قشنگ نیست؟ چرا؟ تو چرا نمیخوای از زیبایی های زندگی استفاده کنی؟ نه برای این کار لحظه قشنگتر از الانم وجود داره؟ آره، لحظه ای که آدم احساس خجالت نکنه، لحظه ای که مثل همه زن و شوهرهای خوشبخت دنیا دست دختر و پسر رو تو دست هم میذارن. تو بچه ای؟ تو رو با زور روی خوشبخت کرد، میفهمی؟ ول کنی، تا اینجای راه اومدم مجبورم تا آخرش برم. حالا راست راستی بلایی سرش نیومده باشه. فکر نمی کنم، من بی خود ترسیدم، باید اونو با خودم می آوردم. قصر در رف، تو باید همون موقع کار خودتو تموم می کردی. من همون شب تو مهمونی بهت گفتم این از اون دخترایی نیست که راحت باید را بیاد، باید یه جا گیرش انداخت. هیچ جوری نمی شه حرفی شد. میگه فقط مردم کسیه که باهاش ازدواج بکنه. خب میخواستی بهش قول ازدواج بدی؟ ای بابا چه میدونم، فقط انقدر میدونم که هیچ دختری انقدر منو کلافه نکرده. نمیشه، من باید ازشون اجازه بگیرم. آقا من بهشون گفتم که باید ازشون. چشم قربون. چرا دم در باشتن بیاتون؟ فقط اومدم بهت بگم خیلی پستی، تو وجود تو یه ارزن عاطفه و محبت نیست، تو یه حیوانی. شما اینجا باشین. مریم، با تو هم مریم وایسا. تو چته دختر، چرا این حرفو زدی؟ چون تو حتی مردن و زنده موندن من واسط اهمیتی نداشت. نه بابا خیال میکنی، من میدونستم که تو هیچ چیز نشده بود، ولی منو ول کردی و رفتی. خب به خاطر عصبانیت بود، تازه من از اتفاقی که امروز افتاد خیلی راضیم، باور کن. گفتی راضی هستی؟ تو یه دیوونه‌ای. آره راضیم، چون سال هاست که من دارم دنبال دختری مثل تو میگردم، دختری که بتونه جلوی من وایسه، دختری که بخواد با شرایط خودش با من دوست بشه. من از تو تقاضای ازدواج میکنم. یعنی تو جدی؟ آره دختر، من میخوام حلقه غلامی تو رو به گوشم بندازم و تا آخر عمرم پیش دست به سینه وایسم.
ولی فردا برای عروسی زود نیست. ما که نمیخوایم تو هتل شرایتون جشن بگیریم. اصلا جشن نمیگیریم. فقط یه مهمونی کوچولو و رمانتیک وسط جنگل. هیچ کدوم از فامیلا و اقوامم تو جشن شرکت ندارن. فقط عروس و داماد با چند تا از دوستای اون. یعنی منم نباید بیام؟ بیا چیکار ماما؟ این آمال بازی ها رو بذار کنار. مهم اینه که دختری داره زن پسر بزرگ نیا میشه. مگه چیز دیگه ایم غیر از این میخواین؟ نه. خب نه. تو که میدونی من هیچی غیر از خوشبختی تو نمیخوام. راستی ماما، آقام کو؟ قرار کرده رفته تهرون، گفته منتظره تا منم برم طلاقم بده. خب اون از این حرفا زیاد میزنه، مخصوصا وقتی بشنوه دختر زن کی شده همه چی یادش میره. ما هممون با این آرزو بزرگ شدیم مامان. نمیرم خانم، نمیرم، نمیرم تا یک گواهی پزشک من ندین از این بیمارستان بیرون نمیرم. من میخوام از این خانواده ادعای خسارت بکنم. شما باید به من یک گواهی بدین که به من ضربه روح و عشقی و مشتی بارد کنن که بی خود نیست. ای بابا، ای بابا، من رفتم عروسی، شما هوا رو داشته باشید. بسی دکتر، ای بابا، مهران با کی داره عروسی میکنه؟ نمیدونم، فقط میدونم اسمش مریمه. اگه کار خیلی واجبی پیش اومد محل عقد نزدیک در جنگله. خدافظ. خدافظ دکتر. خب تو چی میگی؟ ببینم عروسی مهران پسر بزرگ نیاز چیکار به اون؟ من اون چیکار دارم؟ آتشش میذارم، آتشش میذارم، میکشنش. من خدنگم، ملنگم، پلنگم، آتش میذارم، خاکستر میکنم. چه خیالش رو یعنی چی؟ دوشیزه محترمه منوره مکرمه، آیا به دایی وکالت می دهید که شما را به عقد ازدواج آقای مهران بزرگ نیا در بیاورم؟ مطمئنی که حرف عروسی رو شنفتی؟ ای بابا، پس چی؟ با همین گوشهای خلنگم شنفتم؟ پس حتما یه کلکی تو کاره، زود سواشو بریم ببینم. برای این کمک عشقی که به من می کنی یک هندوانه بسیار قابل توجه تلقه. خیلی خواه موعظه نکن. کم بشین باد نبرتت. راضی هستی در روز خانم؟ راضی هستی؟ زیر لفت نمیخواد. بله مبارک است. مبارک آهنگ خوشگل بزنیم. غیر تو شوهرم خوش داره ایرونی باشه. مریم، من امروز خوشبخت‌ترین مرد دنیا هستم. یعنی واقعا همین لحظه‌ای که سال‌ها به فکرش بودم. آره عزیزم، خودشه. پاشو برقصی. همه این دوستای خوبم متشکرم. راستش من دیگه طاقتم تاخ شده. من و مریم میخواییم بریم که دیگه عملا کانون گرم خانواده رو تشکیل بدیم. بچه ها میتونن تا هجدگاه که خوب شهادتگاه هم هست ما رو بدرقه بکنن. بله. ای توف به گور پدر پولدار ناوردت، دیدی چجوری دختره رو در برد؟ شریفی من که باورم نمیشه مهران به این راحتی دوم به طلب بده. دوم چیا جانم؟ فعلا که جای خر مراد کادیلاک و مراد سوارم و داره دختره رو میبرن تو اجره. بپر بالا بینم، محکم بشین باید نورته. کجا احمد جان؟ یه جای خوب، جایی که به عمر دنیدی. Thank you.
تو چرا همینطور نشستی عزیزم؟ چی کار کنم؟ یعنی تو نمیدونی تو هجله چی کار باید کرد؟ خب پاشو لباساتو در بیار. تو چته مریم؟ خودم هم نمیدونم، فقط یه جوری هم هیچی به دلم نمیچسبه، انگار همه اینا خوابه. خب طبیعیه، هر دختری موقع ازدواج حال عادی نداره، اونم ازدواجی مثل ازدواج ما که به قشنگی خوابه. یا الله عزیزم، بی خودی فکر نکن، بناش لباساتو در بیار. نه اینجا نه، من الان نمیتونم، بهتر حالا یه خورده با هم حرف بزنیم. چی رو حرف بزنیم؟ اینجا هجله است یا سالن کنفرانس؟ خواهش میکنم. تو باید منو ببخشی عزیزم، میدونی من تا حالا هنوز تو هم شدیگه شعورشو در آوردی. بیایی میرون بچه ها. اینا کی هم مهران؟ وقتی عروس زیاد ناز داشته باشه نازکشاشم باید زیاد باشن. تو چی فکر کردی؟ چون من یه احمقم و تو رو میگیرم؟ مگه ما عروسی نکردیم مهران؟ چرا؟ منتها تو خیال تو، تو اونقدر احمقی که فقط با درست کردن صحنه رمانتیک به احمقانه اون عروسی ممکن بود به اینجا بیار. نه آره، این تجربه برای تو خیلی خوبه، یاد میگیری که یه خورده واقعی تر به دنیا نگاه کنی. یا الله بچه ها. نه چی از جونم میخوای؟ بلم کنید دست از سرم برداری. بلم کنید. یا هیچ کس بازه نمیست. بلم کنید. تو اینجا چی میخوای احمد؟ جون تو نامرد و بیشون چی کاری که تو رو گفت؟ زندگی که ازش تعریف میکردی این بود؟ الان ماشین میفرستم عقبتون همه تونو بیاره. من میخوام با تو بیام. باز چیه دختر؟ اینم یه فیلم دیگه است؟ نه احمد، این صحنه آخر فیلم بود، قهرمانشم تو بودی. میخوام دیگه همیشه با تو باشم. ولی میدونی که من خونم گروه بانکه، تو 7-8 سال دیگه هم باید قسط بدم. خب ویلای کنار دریام ندارم، خوشم هم نمیاد زنم با سر و تن برنه میونی یه قشون مرد آب بازی بکنه. خب تو خونم هم یخچال و تلویزیون و بخاری و قسطی هم خبری نیست. تو زمستون منقلب و خاک زغاف زاده حسنه و زیارت شاگلزین. خب به جمالت، خلاصه من اون قهرمانی نیستم که آخر فیلم دختره رو سوار ترک عرفش میکنه و میبرتش تو ابرا. من یه آدم معمولی هم مثل همه آدم های دنیا اینجوری. هنوزم دلت میخواد با هم زیر یه سقف لالا کنی؟ اگه سقفم نباشه مهم نیست، میخوام فقط با تو زندگی کنم. اگرم تو نخوای تا آخر عمر ولکنت نیستم. Oh, my God.
دنیا رو سیف کنم. سیف بشیم باید نبرد. که یک بچه روغن نباتی روش بایزه بحشتو جان من بحشتو زج کش نکن شریفی چرا این قاتل به سوم میزنه بی استعداد باسی جاده رو بسی این جاده یه سرنوشت من پای خون رو بسدم عشقمو موردشو این که تو رو نمیخوام مهم نیست من که اونو میخوام به هر قیمتی هم شده به چنگش میارم جا هر حرفی داری همین جا بزن نه تو بیا بیا بگو پسرم نترس بگو وحشت نکن بگو میگم که بهش میگه تو ناتوان بشون نقطه ضعف ما خب حالا چی واقعا مبارکه چی از این بهتر عقد شما دو نفر تو آسمان ها بستن انشاءالله که خودم در عروسی تون خدمت میکنم سلام منو به خانم والدم برسانی قربون آدم چیست من قربون بای بای خدا حافظ خدا بیامرز مرحوم مخبور والده رو که همیشه میگفت ای شریفی در بچگی ریش به دست کسی نره وای وای تو چی بهش گفتی که یه اینقدر عوض شد؟ هیچی یه موضوعی که به بچگیاش مربوط میشه یعنی شریفی هم؟